سلام به همه آبیا، اس‌اس‌یا، تاجیا و همه ایرانیا و فارسی زبانهای جهان. به کانال خودتون خوش اومدید. بریم با همدیگه دور رفته یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا رو بررسی کنیم که طبق چیزی که فکر میکردیم الهلال شاهکار کرد. قبلا یه ویدیو ساخته بودم و تو دور یک هشتم که بازی‌ها تموم شده بود اومده بودم بازی یک چهارم رو هم پیش‌بینی کردم که شبیه همون چیزی که فکر میکردم شده، به غیر از یه بازی که البته فکر میکنم تو بازی برگشت درست بشه. با هم دیگه بریم 4 تا بازی رو بررسی کنیم ببینیم چه اتفاقاتی افتاده. 2 تا بازی توی غرب، 2 تا بازی توی شرق. اولین بازی که بررسی میکنیم بازی العین امارات و النصر عربستان توی امارات. من تو پیش بینی که کرده بودم گفته بودم النصر العین رو حذف میکنه، اما تو این بازی العین یکیچ برده با یه گل دقیقه 44 سوفیان رحیمی. اونا تونستن یکیچ النصر کریس رونالدو رو شکست بدن. تو بازی دوتا گل هم زدن که داور قبول نکرد. دقیقه 94 هم لاپورت اخراج شد تا شاید تو بازی برگشت مقداری النصر مشکل داشته باشه که من بسیار بسیار بعید میدونم و احتمالا تو بازی برگشت با برگشتن اندرسون تالیسکا فکر میکنم که النصر با یه بازی کاملا هجومی بتونه العین رو ببره و به نیمه نهایی آسیا با الهلال برسه. تو بازی هم در واقع پایانی خالد عیسی دروازه‌بان اماراتی که کاپیتان تیم ملیشون هم اصلا مقابل ایران هم بازی کرده بود یه ضربه عالی رو از کریس رونالدو گرفت و نذاشت دروازه‌اش باز بشه و بازی یکیچ تموم شد. اما وضعیت دوتا تیم چی بود در حالی که به اداره هم میرفتن؟ الان دوم لیگ اماراته که تو 14 تا بازی 31 امتیاز گرفته و صدر نشین الوصلی که تو 15 تا بازی 39 امتیاز گرفته و من فکر نمی کنم که العین به الوصل برسه و فکر می کنم الوصل قهرمان بشه و العین نایب قهرمان لیگ امارات امسال باشه. سرگروه گروه آ بودن با 15 امتیاز که فقط یه دونه باخت به پاختاکور داشتن و تو دوره یک هشتم هم تونسته بودن نصف قارشی رو ببرن که بازی رفتشون 0-0 شد، اما تو خونه خودشون تونستن بازی رو 2-1 ببرن و خودشون رو به این بازی برسونن. ولی العین یه مقدار کلاسش از النصر پایین تره. اون طرف النصر دوم لیگ عربستان، پایین تر از الهلال بزرگ. اونا از الهلال 9 امتیاز عقبن و تقریبا محاله که بتونن خودشون رو به الهلال برسونن. الهلالی که داره یه رکورد جاودانه میزنه که جلوترم بهش اشاره میکنم. النصر تو گروه پرسپولیس بود که سرگروه شد با 14 امتیاز و فقط دوتا مساوی داد. یه دونه با پرسپولیس وقتی که 10 نفره بود، یه دونه هم تو خونه استقلال تاجیکستان توی تاجیکستان و بعدش هم که اومدن تو مرحله بعدی به الفیهای خود عربستان خوردن که یه یکیچ و یه دو هیچ راحت بردن و خودشونو به این مرحله رسوندن و من فکر میکنم تو بازی برگشت النصر از پس این العین بر بیاد. دومین بازی غرب آسیا تو یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا بین الهلال عربستان و الاتحاد عربستان بود که این دوتا تیم 3 روز پیش تو لیگ عربستان هم با هم بازی کرده بودن که توی همین ورزشگاه اختصاصی الهلال تونسته بود 3-1 الاتحاد رو ببره و تو این بازی هم باز تونست 2-0 ببره. دقیقه 38 یه پنالتی روی میتروویچ شد که خودش هم گلش کرد. دقیقه 42 تقریبا فکر میکنم یه دقیقه و نیم دو دقیقه از گل اول گذشته بود که سالم الدوساری تونست با پاس مالکوم بازی رو 2-0 بکنه و به راحتی بتونن این بازی رو ببرن. تازه دقیقه 63 انگولو کانته به صورت مستقیم از بازی اخراج شد. اول داور بهش کارت زرد داد، صحنه رفت وی ای آر، معلوم شد که حرکت و تکلش خشن بوده و به صورت مستقیم دیگه اخراج شد و الاتحاد تو بازی برگشت انگولو کانته را هم نداره و من خیلی بعید میدونم که تو بازی برگشت بتونه از پس این الهلال بر بیاد. رکورد جاودانه که داره الهلال میزنه اینه که اونا تو 26 بازی رسمی همه تیم‌ها رو بردن، مساوی هم نکردن. اونا کلن امسال دو تا مساوی داشتن تو لیگ عربستان، یه مساوی داشتن با نوبهار نمنگان توی مقدماتی توی بازی اولشون توی چمپیونز لیگ، همه یه بازی دیگه شون رو بردن که 26 تاشو پیاپی بازی رسمی بردن، 4 تا بازی دوستانه بردن. یعنی 30 بازیه که الهلال میاد تو زمین تیم مقابل رو میبره و میره تیم بعدی. یه آمار استثنایی که به نظر من واقعا دارن یه چیزی رو خلق میکنن که تا سالیان سال هیچ تیمی تو دنیا هم نتونه این رکورد رو بزنه. بعد ببینیم حالا تو بازی بعدی این رکورد افزایش پیدا میکنه یا نه. الهلال اول لیگ عربستان با 62 امتیاز 20 تا برد و 2 تا مساوی داره. سرگروه گروه دی با 16 امتیاز 5 برد و 1 مساوی، اونم با نوبهار نمنگانی که بهتون گفتم تو گروه نساجی بودن که نساجی رو به راحتی رفت و برگشت
بردن و بعدش هم توی یک هشتم به دیدار سپاهان رفتن که رفت و برگشتم هر کدوم 3-1 سپاهان رو بردن و در کل 6-2 سپاهان قوی ترین تیم ایران رو حذف کردن و این نشون میده که فوق‌العاده وضع الهلال خوبه. این هم در نظر بگیریم که سپاهان دوم گروه الاتحاد بوده و بازی سپاهان با الاتحاد چقدر نزدیک بود، یه بازی هم که برگزار نشد، ولی در مقابل الهلال سپاهان مخصوصا وقتی 10 نفره میشد دیگه حرفی برای گفتن نداشت. از اونور الاتحاد اصلا وضع خوبی تو لیگ عربستان نداره. اونا تو لیگ عربستان پنجمن و فقط 37 امتیاز دارن و پایین تر از الهلال، النصر، الاهلی و التعاون هستن و به نظر میاد که کار سختی هم برای گرفتن سهمیه یه لیگ قهرمانان یک یا همون لیگ الیت دارن و فکر میکنم که به اون لیگ الیت نرسن. اونا تو گروه خودشون با 15 امتیاز سرگروه شدن که یه باخت به نیرو هوایی عراق توی عراق داشتن و توی یک هشتم هم اونا تونستن تیم بازی نوبهارنمنگان رو بتونن ببرن. نوبهارنمنگانی که خیلی مقابل الهلال خوب بود، مقابل الاتحاد هم خوب بود. بازی رفت 0-0 شد و بازی برگشت رو الاتحاد تو خونه خودش 2-1 برد و به سختی تونست از این مرحله رد بشه و حالا رسیده به الهلالی که دیگه قطعا حریفش نمیشه و من فکر میکنم الهلال تو بازی برگشت هم به راحتی پیروز میشه و خودش رو به جمع 4 تیم برتر آسیا میرسونه. تکلیف غرب آسیا که مشخص شد، از نظر من النصر و الهلال قرار نیمه نهایی اون طرف رو بازی بکنن یا فینال غرب آسیا رو بازی بکنن، نیمه نهایی آسیا رو این طرف. بعد ببینیم توی شرق آسیا چه اتفاقی افتاده. یکی از بازی‌های یک چهارم بین دو تا تیم کره برگزار میشه. چونبوک موتورز کره جنوبی به ایدار اولسان هیوندای کره جنوبی میره که من تو اون ویدیوی پیشبینی هم گفتم که من این بازی رو نمیتونم پیش بینی کنم به خاطر اینکه دو تا تیم به شدت به هم نزدیکن و تو بازی هم که اتفاق افتاد دقیقه 4 چونبوک جلو افتاد و دقیقه 25 هم یه پنالتی از دست داد و دقیقه 77 گل مساوی رو خورد. یعنی چونبوک شانس داشت که این بازی رو 2-0 ببره و کارو تموم کنه، اما پنالتی که از دست داشت برگشت و دیگه همه چی از دستشون در اومد. تقریبا یه اتفاقی که برای استقلال مقابل مصر رفسنجان افتاد. اگر پنالتی صالح هردانی گل میشد و ما از مصر رفسنجان جلو میافتادیم احتمالاً دیگه اونها بازی بر نمیگشتن و این بلایی هم که سر چونبوک اومد یه جوری سر ما استقلالی هم تو بازی با مصر رفسنجان اومد. لیگ کره جنوبی تازه شروع شده و فقط یه هفته انجام شده که چونبوک تو اولین بازی 1-0 دیژون رو برده و تازه لیگ شروع شده و نمیتونیم بگیم که وضعیتش توی لیگ چطوره. اونا دوم گروه F بودن با 12 امتیاز که 3 تا برد خونگی داشتن و یه برد خارج از خونه و دو تا باخت خارج از خونه باخته بودن و الان هم تو خونه بودن و نتونستن ببرن و برای همین هم تو بازی برگشت شاید کار خیلی سختی داشته باشن. اونا تو 1-8 هم باز تو خونه بازیشون رو 2-0 بردن و خارج از خونه 1-1 کردن. یعنی اونا تیمی بودن که توی آسیا همیشه بازی خونگیشون رو می بردن اما اولسان هیوندایی رو نتونستن ببرن و برای همین هم کارشون تو بازی برگشت خیلی سخته. از اون ور اولسان هیوندایی تو اولین بازی لیگ 1-0 پوهانگ سیلرز رو برده و وضعیت خوبی داره چون پوهانگ تیم بزرگیه. پوهانگ همون تیمیه که توی 1-8 این طرف به چونبوک موتورز باخته و به نظر میاد که این تیم وضع خوبی داشته باشه. اونا دوم گروه آی هستن که با 10 امتیاز صعود کردن، 2 برد و 1 مساوی تو خونه داشتن و 1 برد و 2 باخت خارج از خونه و الان تونستن خارج از خونه مساوی بکنن و قطعا تو خونه میتونن نتیجه بهتری بگیرن. اونا تو 1-8 هم به راحتی تونستن با 3-0 و 2-1 ونفورد کوفه ژاپن که یه تیم شگفتی ساز بود و به راحتی حذف بکنن و خودشونو به جمع 8 تیم برسونن و حالا هم که 1-1 شده شانس اولسان هیوندای برای بازی برگشت بیشتره. آخری بازی دوره 1/4 نهایی که همین چند ساعتی پیش تموم شد توی چین برگزار شد و شاندونگ تایشان چین به ایدار یوکوهاما مارینوس ژاپن میرفت که باز من تو ویدیوی پیشبینی گفته بودم که یوکوهاما شاندونگ رو میبره و شاندونگ یه جورایی اتفاقی تا اینجا رسیده و حریف این تیم ژاپنی نمیشه و همین اتفاق هم افتاد. اونا امروز تو خونه خودشون 2-1 باختن. دقیقه 7 آنتونی لوپز گل اول یوکوهاما مارینوس رو زد و دقیقه 69 یان سانتوس گل دوم رو زد و فقط چن پو دقیقه 91 تونست یکی از گلای خورده رو جبران بکنه تا اونا یه مقداری برای بازی برگشت امیدوار بمونن و من فکر نمی‌کنم که شاندونگ مقابل یوکوهاما مارینوس شانسی داشته باشه. خب لیگ چین هم باز تازه شروع شده. تو لیگ چین اونا یه بازی داشتن که تونستن 4-2 ببرن تو خونه و الان صدرنشین لیگ چینن اما فقط با یه بازی و هنوز چیزی مشخص
نیست. اونا دوم گروه جی بودن، یه گروه پیچیده‌ای که همه تیم‌ها 12 امتیازی بودن که همین یوکوهاما مارینوس هم توی همون گروه بود و اونا بعدش هم توی 1/8 تونستن تو خونه خودشون اول 3-2 باختن و بعد با برد 4-2 تو خونه حریف تونستن به این مرحله بیان و شاید بتونن این بازی هم به یوکوهاما مارینوس کامبک بزنن که به نظر من خیلی بعیده. از اون طرف یوکوهاما مارینوس دو تا بازی تا الان توی لیگ ژاپن انجام داده، یه برد خارج از خونه داشته، یه بردم داخل خونه داشته و وضعیت بسیار خوبی داره، به نظر میاد که بتونه مرحله پله پله و عالی پیش بره. الان وضعیت خوبی داره. اونا سرگروه همون گروه جی هستن که شاندونگ تایشان توش دوم شده بود. نکته جالب توجه اینه توی گروهی وقتی به دیدار هم رفتن، هر دو تا بازی رفت و برگشت رو یوکوهاما مارینوس برد. اونا یه بازی رو 1-0 بردن تو خونه شاندونگ که الان هم 2-1 بردن، بازی برگشت هم توی ژاپن رو 3-0 بردن که بعد یه هفته صبر کنیم ببینیم بازی برگشت چی میشه. برای همینه که من میگم شانس یوکوهاما مارینوس به شدت بیشتره و بعید میدونم اصلا بتونن رقیبشون بشن شاندونگیا. اونا تو مرحله 1/8 هم 2-2 کرده بودن یوکوهاما مارینوسیا و تو برگ با بانکوک یونایتد اگر یادتون باشه 2-2 کردن و بازی برگشت رو هم 1-0 بردن تو خونه خودشون، مرحله بعدی اومدن و به نظر میاد یوکوهاما مارینوس تو خونه خودش تو بازی برگشت بازم شاندونگو ببره و در مجموع پیروز بشه و خودشو به جمع 4 تیم برتر آسیا برسونه. یکی از اتفاقات خیلی بدی که برای فوتبال ما ایرانی ها افتاده اینه که العین النصر رو برد. اتفاقی که افتاده اینه با توجه پیروزی العین مقابل النصر و امتیازی که العین تونسته برای کشور امارات و لیگ امارات بگیره با توجه به اینکه پیروزی به دست آورده تو مرحله 1/4 آسیا، امتیاز لیگ امارات متاسفانه از لیگ ایران بیشتر شده. اما این برای سال بعد نیست. سهمیه ایران توی لیگ سال آینده آسیا اینطوریه که ما دو تا سهمیه مستقیم قهرمان و نایب قهرمان لیگ ایران برای لیگ الیت آسیا خواهند داشت و اون نیم سهمیه‌ای هم که داریم که 2+1 می‌نویسن مال قهرمان جام حذفی و اگر تیم قهرمان جام حذفی بشه تو پلی‌آف لیگ الیت آسیا شرکت می‌کنه و اگر بین 3 تیم اول بشه می‌تونه به جام لیگ الیتیا برسه و اگر شکست بخوره وارد چمپیونز لیگ 2 میشه. ما تو چمپیونز لیگ 2 هم یه سهمیه مستقیم داریم که اون مال سوم لیگ خودمونه. اما با پیروزی که العین به دست آورده متاسفانه برای سال بعد سهمیه ما یه دونه کم شده و سال آینده، یعنی این چمپیونز لیگی که میاد سال بعد، نه چمپیونز لیگ بعدش، سهمیه ایران 1+1، یعنی فقط قهرمان لیگ ایران به صورت مستقیم وارد لیگ الیت خواهد شد و حالا بعد فدراسیونشینا بشنن تصمیم بگیرن که به عنوان اون نیم سهمیه تیم دو رو بفرستن، دوم لیگو بفرستن یا قهرمان جام حذفی. و این برای ایران به نظر من یه فاجعه است که الان اتفاق افتاده و احتمالا سال آینده فقط قهرمان و نایب قهرمانمون به همراه کسی که قهرمان جام حذفی بشه شانس داره که اصلا تو آسیا بازی کنه، حالا چه لیگ الیت چه دست دو، یعنی لیگ دو آسیا. و به نظر من اتفاق خیلی بدی افتاده و امیدوارم تیمامون که سال آینده وارد چمپیونز لیگ میشن، چه اونی که حالا تو لیگ 1ش کار میکنه چه تو الیت، که اونی که میره توی چمپیونز لیگ سطح 2 بازی میکنه، انقدر خوب نتیجه بگیرن که بتونن سهمیه ایرانو بالاتر ببرن. ولی اگه قرار باشه فوتبالمون انقدر افول داشته باشه و همینجور به شکستامون ادامه بدیم توی آسیا و الان مثلا جزء 8 تیم برتر آسیا اصلا نماینده نداشته باشیم، احتمالاً سهمیه‌هامون کم و کمتر میشه و دیگه باید قانع بشیم که فقط توی چمپیونز لیگ 2 آسیا بتونیم شانسی برای قهرمانی داشته باشیم. حالا فعلا که دور عربستانیا توی غرب آسیا است، من فکر می‌کنم اصلا برنده غرب آسیا یه اختلاف خیلی عجیب و غریبی با قهرمان شرق آسیا هم داشته باشه و من به شخصه در کل فکر می‌کنم الهلال این مسابقاتو می‌بره و خیلی اختلاف سر زیادی با بقیه تیم‌ها داره، مگر اینکه وارد یه بحران عجیب و غریبی بشه که من اونم غیر ممکن می‌دونم. دوستان نظر شما رو بدونم، شما الهلال و قهرمان آسیا میدونین یا نه فکر میکنین یه سری اتفاقات میفته، النصر میاد توی نیمه نهایی میبرتشون یا اصلا تیمی که قهرمان شرق میشه میتونه بیاد قهرمان غرب که حالا شاید الهلال باشه رو شکست بده. دوست دارم نظر شما رو بدونم، کامنت بذارین ببینیم کیا موافقن که الهلال قهرمان آسیا میشه.